بله، برگشتیم و همچنان تشکری میکنیم از شما هایی که بیننده خوب تلویزیون جهان هستین و از استاد عمر نگزاد که راجع به حقوق مسلمان برای مسلمان هم صحبت داشتن. فعلا هم در بخش خودشناسی همراه با صمیم محمد صمیم مازادی قرار داریم و راجع به رویاها و امیدوار بودن در زندگی صحبت های خود داشتن. سلام، صبح شما بخیر. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما بیننده های عزیز و یک سلام خاص تقدیم کسایی که ما را از پرده تلویزیون شما تماشا میکنند. شما سلامت باشین. و نقش رویاها و امیدوار بودن در زندگی چقدر مفید هست و مفیدیت داره؟ خیلی عالی. هر شخص رویاهایی در سر خود داره که البته ما ببینیم. قبلا من رویاهایی داشتم، ضمن از شما رویاهایی داشتین که در کل در زندگی ما رویاهایی است. اگر ما به گونه مثال بویم، اشخاصی هستند که رویاهایی دارن که مثلا میخواین یک دکتر خوب شن، این رویایشان هستند. این رویاها رویاهایی هستند که ما از طفولیت در ذهن ما میباشه و به مرور زمان در زندگی ما عملا نیر میاریم. پس چقدر خوب است که ما از بجای اینکه رویاهای منفی داشته باشیم، رویاهای مثبت داشته باشیم. ما قبلا خودم که رویاهایی داشتم که امروزه خوشبختانه در اون موقف هستم. مثلا امروزه چیزهایی را دارم که رویاهایش قبلا داشتم. هر سنی که هر زمانی که ما میگذرد روز به روز به رویاهای جدید میرسیم و رویاهای دیگر در زندگی ما میباشه که مثلا به رده سنین است. هر سن هر مرحله که بگذره ما به رویاهای متنوع و رویاهای خاص میرسیم. بله، و کدام رویاها را ما میتونیم رویاهای خوب بگوییم؟ رویاهایی است که ما را به جایگاه های خوب بهتر برسانه. مثلا شخصا خودم رویاهای قبلا که داشتم رویاهایی بود که من امروز در این موقف هستم. ما خواستم، من یک رویاهای خوبی داشتم و بر رویاهای خود امیدوار بودم که خداوند مرا میرسانه، چون که خداوند زمان ما را آفریده با یک رویاهای خاصی آفریده و خود زمانی که ما آفریده شدیم خداوند به خود شاباش گفت که ما چه خوب یک مخلوقی را آفریدیم. یعنی شخصا خودم و دیگران رویاهایی که دارن انشاءالله که امیدوار باشن به زندگی با رویاهایشان میرسن. ما قبلا زمانی که دانشجوی مکتب بودم رویایی داشتم که ما زمانی برسه که ما در پرده تلویزیون بیام صحبت کنم و امروزه به من رویاهایم رسیدیم. یک جای افتخار است به خودم که و والدینم به همگی که بالای ما باور داشتن و ما به این موقف خود رساندیم. بله، و فرق رویاها با خیال پردازی چی است؟ خیلی عالی است. خیال پردازی امو چیزی است که ما شبانه که ما در بستر خواب خود میریم دراز میکشیم خیال پردازی میکنیم به گونه ای که ما میخواهیم یک انسان موفق باشیم، یک شخصیت خوب بسازیم. ولی به گونه ای که فقط یک خیال پردازی است که چیز از سمانه به خاطر از او تلاش نمی کنیم، کاری برای ها کمک میکنه یا خیر؟ نه خیر، او یک چیز خیال پردازی است که به گونه ای است که یعنی کاری نکنی، به خاطر رویایتی لازم است که باید اقدام کنی، کاری کنی. اگر به خاطر رویای خود کاری نکنی فقط یک رویا باقی میمانه. بعد چقدر خوب است به جای که خیال پردازی کنیم خیال مثبت داشته باشیم. خوب است، خیلی عالی است، ولی با آن شرطی که ما با خیال هایی که خوب میکنیم به او خدا برسانیم. مثلا کاری که ما میکنیم خیال مثبت داریم که من فردا فلان کار را باید بکنم، خیال کردم شب، ولی چقدر خوب است که مسئول به اون کار را انجام بدم. این میفهمیم، میدونیم که اینی کار برای ما خیلی عالی است. اگر این کار ما انجام بدیم به رویاهای خود میرسیم. پس خوب است که بریم رو انجام بدیم. خیال میکنیم باید اقدام کنیم تا به رویایی که داریم به خدا برسانیم. بله، و امیدوار بودن به رویاها شخر بر ما مفید تمام میشه. خیلی عالی است. ما زمانی که متولد میشیم خداوند ما را آفریده و منحصر به فرد تکل هستیم و خوب است که ما به خود اول ایمان داشته باشیم، به خدای خود، به خود خود، به توانایی خود. مثلا خدایی که رویا را که در دل ما جا داده توانایی رسیدن به رویا را هم بر ما داده. اگر ما بخوایم خیلی یک انسان موفق باشیم، یک شخصیت عالی بسازم، این رویای ماست. ولی توانایی را خداوند بر ما هم داده که ما باید خود را به رویا برسانم، چون زمانی که ما یک رویایی را که خداوند در زندگی ما جا میده توانایی زیرا هم میده بر ما. پس چقدر خوب از زمانی که ما رویا داریم به خاطر رویای خود بریم کار کنیم، زحمت بکشیم، چون توانایی داریم. خداوند ما را آفریده، خداوند ما را گفته که تو منحصر به فرد خود هستی، تو طاقتی، تو یگانه هستی. در ریاضی داریم ما به یک چیز هست به نام یونیک. ما یونیک خود هستیم. هر شخص منحصر به فرد خود است، توانایی خاص خود را داره. ما امروزه که میبینم نیازهایی که ما داشتم، توانایی که داریم خداوند برای ما داده، ولی به امروز قدرتی که ما دارم به امروز به ما کفایت میکنه، چون به حد امروز است. شاید به فردایی نیاز نباشد این توانایی، ولی ما برای ما مشکل نیست به خاطر چی که خداوند توانایی را برای ما هم میده. چون که ما دید مثبت دارم، دید خوب دارم، خداوند برای ما میرسانه. و چقدر خوب است که همه بیننده ها، همه اشخاصی که رویا دارن برای خود امیدوار باشن، چون خداوند به کسایی است که همیشه صبر میکنن و همیشه با کسایی است که رویاهای خوب و مثبت دارن. بله، و رویاها از ذهن ناخودآگاه آدم میباشه یا آرزوهایش میباشن؟ ما یکی داریم در ذهن خود افکار ماست و یکی داریم آرزوها داریم و یکی داریم هدف داریم. هر کدامش مشترک هستن.
به اینکه اول ما در ذهن خود کار میکنیم، در ذهن خود میاریم که ما باید چی کار را کنم. خوب از بعد تفکیک میکنم، در ذهن ما خطور میکنه که این کار خیلی عالی است و این کار خیلی بد است، کدام کارش ما باید خوب انجام بدم. یک کار خوبی است، مثلا میریم به سر آرزوها. آرزوها چیزی است که مثلا اکثریت ما بگویم، من شخصا خودم آرزو دارم که روزی به عربستان برم. یک آرزو است. شما همگی هر شخص مسلمان آرزوی را داره که به خانه خداوند روزی برسه، و همین طور هر شخص است که آرزوهای متنوعی دارن که میخوان خانه خوبی داشته باشند، ثروتمند شوند. هر کس متنوع بر آرزوهای خود است. بعد یکی از رویا داریم، رویا هم به آرزوها ربط مستقیم دارن. ما زمانی که در رویا میپردازیم، دقیقاً ما زمانی که رویا میگیم، آرزو میگیم، اردوش مشابه هم هستند. پس چقدر خوب است که ما به خاطر رویای خود کار کنیم، به خاطر اهداف خود کار کنیم تا به اون چیزهایی که میخواهیم برسانیم. بله، و به نظر ما رویاها در ذهن ناخودآگاه آدم خود به خود اونا رشد میکنه. خواهی نخواهی هم استعداد که تو داری، رویاهای زی همچنان بر ذهن تو ایجاد میشه. مثلا قسمی که شما گفتین که میخواستین یک زمان در تلویزیون بین و بحث بکنین، همین قسم به هم رویا داشتم، آرزو داشتم. و گپ جالب چی هست؟ وقتی در زندگی برای خود یک رویا داشته باشی، خواهی نخواهی برای تو هم راه میسر میشه. افراد اشخاص برای تو پیدا میشه که تو را کمک میکنه به این مسیری که تو میخواهی برسی. دقیق است، بله. و ما هم بختر ایره یادآور شدم، نمیفهم که اما دوستم کی بود که مرا اولین کورس ژورنالیزمشون عملی خواندم، مرا آورد به اونجا. فقط آرزو داشتم، میخواستم یک ژورنالیست باشم. و اگر خیلی خوب هست، چطور میتونیم رویاهای منفی را به رویاهای خوب مبدل بسازیم؟ خیلی عالی است. جامعه امروزی ما اگر ببینیم، مثلا رویاهایی که ما داریم موانعیت میکنن برای ما، شرایط میبینیم که میگن تو فلانه کار انجام داده نمیتونی، تو نمیتونی یک ژورنالیست موفق شوی، تو نمیتونی دکتر شوی. این چالش های زندگی است البته که ما را نمیگذاره بر رویاهای خود برسیم. و چقدر خوب است که رویاهای منفی است البته که موانعی است که باعث میشه که ما رویاهای منفی داشته باشیم. مثلا من شوق علاقه به دارم که من باید یک دکتر فوق العاده شم، ولی جامعه امروزی شرایط برام میگه که نه، تو دکتر نمیشی، تو باید از دکتر پوینت تر شوی، باید نرس شوی. چرا؟ چرا که این افکار منفی است، رویاهای منفی است که در ذهن ما خطور میکنه. پس من نباید اجازه بدم به خودم شجاعت دیده و خودم لازم ببینم که من باید از افکار منفی، از رویه های منفی خود دور کنم و ایره بیانم به رویه های مثبت تبدیل کنم. ایره میتونم، ایره شجاعتش هم دارم، چون که خداوند من منحصر به فرد فرید من تا قصد من یگانه هستم. من میتونم به هر کاری که بخوایم خدا برسانم. پس خوب است ما رویه هایی که منفی که داریم رو برطرف کنیم از هر نگاه. اشخاصی که برای ما میگوین یا جایگاه دیگه، کسایی که برای ما گفتن که فلانه کارا نمیکنی، باید برای خود ما برای اونها ثابت کنیم که ما میتونیم، ما قادر هستیم. رویایی را که ما قبلا هم ذکر کردم که رویایی را که خداوند برای ما میده، توانایی رسیدن برای او را هم برای ما میده. ما یگانه هستیم، ما قدرتمند هستیم، ما فوق العاده هستیم، هیچ چیز در وجود ما کم نیست. امروز چیزی که هستیم، در این روزی که هستیم، همه چیز برای ما خداوند او را مهیا کرده. یک مقوله هست که میگن اگر به خداوند اعتماد داشته باشی، همه چیز در زمانش برات مهیا میکنه. اگر ما قبلا در چیزی که ما میخواستم نرسیدیم، دلیلش این بوده که وقت زمانش نبوده. و فعلا که میرسم، شاید امروز به چیزی که میخوام رسیدیم، فردا به چیز دیگری که میخوام قبلا باید برسم به رزو. چون ما امیدوار هستم به خداوند، و خداوند برای ما، همه ما که امیدوار باشیم، برای ما چیزی که میخوایم برای ما میده. بله، و چرا اکثر جوان ها وقتا رویا پردازی میکنن یا هم یک امید میداشته باشن در زندگی، زود اینا شکست میخورن و از همون رویاهایی که دارن دست میکشن؟ دقیقا جوان ها رو دیدیم که رویاهایی داشتین، آرزوهایی داشتین، ولی زود نامید شدین. مثلا همین قوانین زندگی است که باید با مشکلات برزمی، قوانین زندگی است که باید مشکلات در زندگی تو بیاید. چون این زمانی است که ما برای رویاهای خود، به اهداف خود نزدیک میشیم، خیلی نزدیک شدیم، ولی با یک چالشی که مواجه شدیم، ببینیم از مسیر خود برکنار شدیم، گفتیم نمیشه، پیش نمیریم. این مانند در مسافری است که یک سفر را طی میکنیم، مثلا از کابل تا پروان یا تا پنجشیر، جایی که بریم، اما مسیر ما و شما طی میکنیم، ولی شاید در وسط راه ما به یک چالش های مواجه شویم، موتر ما عوارض کنه. ولی این نیست که ما باید از سفر خود دور بگوییم منصرف شدیم، که ما به سفر خود ادامه نمیدیم. پس خوب است که ما به سفر خود ادامه بدیم. او عوارض چیزایی هست که ما را به اهداف ما نزدیک میکنه، با رزوهای ما را نزدیک میکنه. اگر جوانی که نامید میشه، امروزه امیدوار نیست، امید به خود نداره، به خدای خود نداره. اگر امیدوار باشی، اول به خودت، به توانایی خودت که خداوند تو را آفریده، خداوند گفته که تو قادر هستی، پس چی نیاز است که تو نامید شوی؟ بخاطر رویاهایت باید برزمی، بجنگی تا به او را به دست بیاری. رویاها چیزی نیست که ما شب خواب کنیم، فقط خیال پردازی کنیم که ما به فلانه کار میرسم.
بله. خوب از بخاطر رویاهای خود همیشه پیش قدم باشیم، همیشه ممتاز باشیم، چون خداوند ما را آفریده و توانایی هر چیز در وجود ما داده است. بله، و میگن تا زمانی که آهن هر قر چکش میخوره او مستحکمتر میشه، بله. اما اگر هر چقدر کم و آسیب ببینه و چکش کم بخوره ضعیفتر میباشه. بله. با زندگی همه میگونه هست، هر چقدر ما در زندگی مشکلات رو تحمل بکنیم، مبارزه بکنیم، ابقر هم یک شخص قوی میشیم و هم با تجربه میشیم. بله. و کسایی که زود ناامید میشن چی کار باید بکنن؟ کسایی که زود ناامید میشه خیلی یک سوال عالی است. من یک چیز برای آنها میگم، به خود فکر کنن، با آرزوهای خود فکر کنن، به اهداف خود فکر کنن که چرا ناامید میشن، چرا میخوان و چرا ناامید میشن. البته که برایشان مهم است، آرزوی دارن، هدفی دارن. اگر ناامید میشن از خودی سوال کنن که چرا آغاز کردی. حتما برایت مهم بوده که آغاز کردی، ولی که تسلیم میشی از خود بپرس که چرا تسلیم میشی. البته اون چیزی که میخواستی برات مهم نبوده. اگر چیزی که برایت مهم باشه به خاطرش میرزمی، تلاش میکنی، زحمت میکشی تا به دستش بیاری. رقم آن طفلکی که همیشه باوند به ای است که پدر جان برای ما یک طفل، یک چاکلیت، یک چیز بگی، ولی ببینیم خیلی شلگی میکنه به خاطر امو کار خود تا او را به دست بیاره. ما هم به خاطر اهداف خود، به خاطر رویاهایی که داریم باید شلگ باشیم به خوبی خودمات، چون ما بخواهیم نخواهیم زندگی ما مگذرد. و چقدر خوب است که ما همیشه رویاهای مثبت داشته باشیم، همیشه در تلاش باشیم با چیزهایی که میخواهیم باید خود را برسانیم. شما ما فرضاً خود شما را بگویم رویاهایی داشتین که باید یک خبرنگار شوین، ولی امروز در جایگاهی هستین. این و خوبی خود شماست. اگر شما رویاهای دیگری می داشتین شاید امروز در اون موقف می بودین. هر شخص رویاهای متنوعی داره، شخصا خودم، شما، همه بیننده ها. پس چقدر خوب است که به خاطر رویاهایتان تلاش کردین، زحمت کشین که خود را رساندین. هیچ چیز تصادفی به وجود نمیاد، به خاطر که امروزه ما اکثریت جوانان را می بینیم که زود نابید میشن. دلیلش اینمی است، یا زود محبت میکنن، از محبت دل سرد میشن. دقیقش همین دلیل شومی است که من به ابوها یک گفتنی دارم، میان حال خوبت را به هیچ کس واگذار نکن، چون کسایی که با تو میماند میماند، کسایی که بی تو میرود میرود. این زندگی ماست که ما خود را چگونه میسازیم. این زندگی ماست که به خود تصمیم میگیریم، به خود اراده میکنیم تا به جایگاهی که میخواهیم خود را برسانیم. بله، هر قرد کاتفی باشیم، همه قرد بناقص ما هست. حالت خود ما به خود ما باشه، بهترین دوست ما خود ما میتونیم باشیم. و از دوستی دار شدیم، ما افراد اشخاص که در چهار دوبر ما هستن رسیدن به اهداف و رویاهای ما کمک میتونن یا نمیتونن؟ آیا اونا هم در نامیدی ما نقش دارن یا خیر؟ دقیق است، ما اکثریت زمانی که با شخص میریم خیلی محبت میکنیم، خیلی بله. کارهای میکنیم، صمیمیت میکنیم، همکاری میکنیم، چی دوست ما باشه، چی والدین ما، هر شخصی که در زندگی ما باشه کارهایی کردیم برش، ولی با کوچکترین کار از او دل سرد میشیم، ناامید میشیم، چرا که برخلاف میل ما کاری کرده، ما خوبی کردیم ولی او خوبی نکرده، ما سلام دادیم ولی او سلام نداده. ببینیم برخلاف کارهایی که ما کردیم او کار نکرده برای ما را زود ناامید میسازه. ولی باید از خود بپرسیم چرا زمانی که ما خوبی میکنیم فلان شخص خوبی برای ما برعکس خوبی نمیکنه؟ آیا ما باید ناامید شیم؟ ناامیدی در شان هیچ انسان نیست. ناامید کسی است، ناامید شیطان است. باید گفته خیلی از اون ناامید شیطان است. باید ما امیدوار باشیم بعد تمام هر چیز. با دیگران که خوبی میکنیم این خوبی است که به خود ما برمیگرده. با کسایی که هر کاری که میکنیم توقعی نداشته باشیم. بله، کاری را که ما میکنیم نباید توقعی داشته باشیم که دیگران مشابه کار ما برای ما انجام بدن. این به ضرر خود ما تمام میشه. چون هر کاری را که ما میکنیم به امیدواری الله باشه، به خاطر خدا باشه، خیلی خوب میباشه. خود ما یک زندگی آرام داشته باشیم، یک زندگی خوب میداشته باشیم. توقع نداریم که دیگران برای ما چی کار میکنن، توقع از خود داریم، خود ما را میرسانیم. نه توقع از دیگران داشته باشیم که ما را به جایگاهی که میخواهیم ما را برسانن، با رویاهای ما، به اهداف ما برسانن. اگر ما یک نظره که خوبی برای یک دیگران میدیم، این از کار خوبی ماست. اگر شخصا خودش انجام داد یا نداد، تو ما فقط یک نظر دادیم. اما اکثریت از به یک کاری که میکنن ببینیم که موفق نمیشن یا به یک چالش مواجه میشن، برایشان گفته میشه می دوست نزدیکش از دوست یادآور شدیم که دوستشون برایشان میگه من خب برات گفتم که این کار انجام نده، تو چرا انجام دادی؟ ببینیم یک نظریت بد برایشان داد که تو لیاقتی را نداری، تو استعدادی را نداری. ولی باید به این گپ های ازی اسیر نشه، باید به وجود خود ببینه که مرا خداوند آفریده، من منحصر به فرد خود هستم، چرا مرا زندگی مرا به دیگران بگن؟ زندگی ما را خود ما میسازیم، زندگی ما را الله برای ما میسازد، شرایط برای ما الله مساعد میسازد. ما کسی نیستیم که دیگران در زندگی ما تصمیم بگیرن. بله، ما کسی نیستیم بلکه که زندگی ما را دیگران بسازن، بلکه خود ما هستیم که زندگی خود خود ما میسازیم. بله، و میگن بهترین دوست زمانی میتونی برای خود پیدا بکنی که برخلاف میل دوستت یا
یک کار را انجام بدید. همون لحظه او بر عکس العمل نشان می تواند میگه که حالا معلوم می سازد که یا واقعی هست یا هم تنها دوست ما هست. تشکر می کنیم از شما آقای یازدی که آمدین برای به موضوع خیلی عالی صحبت. قربان شما تشکر. بخیر باشید. از شما هم تشکر می کنیم و یک رفت و برگشت همچنان دارم.